سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. توی این ویدیو به زندگی لیلا فروهر، خواننده معروف ایرانی و حواشی اون پرداختیم. پس با ما همراه باشید. قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدمون زودتر از همه با خبر بشید. لیلا فروهر متولد 4 اسفند 1337 در شهر اصفهانه. لیلا توی خانواده هنرمند از پدر و مادری هنرپیشه به نامهای جهانگیر فروهر و فرنگیس فرهزادی به دنیا اومد. لیلا از 3 سالگی پا به صحنه تئاتر گذاشت و به نقش آفرینی توی تئاترهای مختلف، توی تئاتر سپاهان اصفهان در کنار پدر و مادرش و هنرمند سرشناس تئاتر ارهام صدر پرداخت. لیلا از کودکی کار هنری خودش رو شروع کرد و توی فیلم مراد و لاله، بعدش هم توی فیلم خروس جنگی نقش آفرینی کرد. توی 9 سالگیش توی فیلم معروف سلطان قلب‌ها در کنار استاد محمدعلی فردین بازی کرد. موفقیت و هنر لیلا توی فیلم سینمایی سلطان قلب‌ها تا حدی برای محمدعلی فردین دلنشین بود که تولد لیلا فروهر رو توی سندیکای هنرمندان گرفت. لیلا توی فیلم من هم گریه کردم با بهروز وثوقی به نقش آفرینی پرداخت. لیلا همچنین توی نوجوانیش توی فیلم‌های مختلفی بازی کرد که میتونیم از جمله اونها به مهمان، گل خشخاش، اضطراب و شب آفتابی اشاره کنیم. لیلا از 14 سالگی خوانندگی رو به شکل حرفه‌ای یاد گرفت و خالق آثار موندگاری مثل شمیم، دلم تنگه، دو پرنده، کلاغ‌های خبرچین، نیاز، چشمه نور شد. ضمناً لیلا فروهر در زمره خوانندگانیه که توانایی اجرای پاپ و سنتی رو داره. توی آخرین روزهای سال 57 نمایشنامه افریته ماچین به نمایش در اومد که تلفیقی بود از آثار نمایشی سنتی ایران به کارگردانی رضا میرلوهی با بازی و آوازخونی لیلا فروهر در کنار پدر و مادرش و همچنین مرتضی عقیلی، محمد مطیع، عنایت بخشی، بهروز بهنژاد، بهرام وطن‌پرست و محمد ورشوچی. لیلا بعد از انقلاب ایران به دادگاه‌های انقلاب اسلامی احضار شد. لیلا به دلیل ممنوعیت خوانندگی زنان و مشکلات دیگه بعد از انقلاب ترکیه رفت. سپس به استانبول رفت، بعد از اونجا رهسپار آلمان شد و بعد از 4 روز به فرانسه رفت. توی فرانسه مادر و خواهر و برادر خودش رو بعد از 1 سال دوری دید. لیلا توی سال 1988 میلادی به آمریکا مهاجرت کرد و ساکن شهر لس آنجلس شد. در اونجا هم به خوندن در کنسرت ها و تولید آلبوم جدیدش پرداخت. اون همچنین توی بسیاری از نمایشنامه های تلویزیونی بازی کرد که معروف ترینشون شهر فرنگ در کنار پرویز کاردان، شهرام شب‌پره و فریبا فروهر خواهرش بود. همچنین نمایشنامه‌های مطب و کلانتری با هنرنمایی لیلا و بازی شهراغ داشتو و هوشنگ توزی. از سال 1999 با هنرمند ایرانی پرویز صیاد و فریبا فروهر خواهرش نمایشنامه 1 صمد و 2 لیلا رو روی صحنه برد. نمایشی برگرفته از زندگی شخصی لیلا فروهر و داستان بازجویی‌ها و مهاجرت پر از ماجراش که این نمایش آمار بیشترین شب اجرای 1 تئاتر ایرانی توی خارج از کشور رو به خودش اختصاص داد. لیلا فروهر توی 29 مرداد 83 با فردی به نام اسماعیل نبی معروف به اسی ازدواج کرد و به شهر اورنج کانتی کالیفرنیا نقل مکان کرد. لیلا قبل از انتشار آلبوم مخمل ناز آلبومی با سبک سنتی تهیه کرد، ولی به پیشنهاد همکارا و کمپانی ها این آلبوم رو ارائه نداد و اولین آلبوم خودش رو با نام مخمل ناز به بازار عرضه کرد که موسیقی ترانه مخمل ناز کار خودش بوده. در پی عرضه آلبوم های موفق کنسرت های زیادی هم توی کشورهای مختلف دنیا برگزار کرد. لیلا فروهر اولین هنرمند ایرانی بود که برای اولین بار توی دبی برنامه اجرا کرد و البته توی کشور ژاپن هم برنامه‌های اجرا کرده و به دعوت تاجیکستان توی شهرهای مختلفی مثل دوشنبه و کولاب برنامه داشته.
توی هر کدوم از این برنامه ها 10 الی 15 هزار نفر حضور داشتن. یکی دیگه از کارهای درخشان لیلا فروهر اجرای 3 برنامه توی سالن مراسم اسکار تئاتر کوداک می باشد. لیلا فروهر توی سالهای 2003، 2008 و 2018 توی این سالن معروف برنامه اجرا کرد. توی کنسرت رویس هال برای اولین بار لیلا فروهر آلبوم از قلب من رو به صورت زنده روی صحنه برد. لیلا به همراه گروه رومی و شهره آقداشلو با ارکستر 26 نفری به رهبری امید بدخش کنسرت زنده آلبوم رو توی سالن مجلل رویس هال برگزار کردن که بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکا توی اون حضور داشتن. برگزاری مراسم بزرگداشت نوروز از جانب کمیسیون نوروز توی تالار توماس جفرسون کتابخونه کنگره آمریکا و دعوت از لیلا فروهر به عنوان هنرمند و خواننده فارسی زبان یکی دیگر از موفقیت‌های لیلا فروهر در عرصه هنریشه. بعد از فوت محسی توی سال 86، لیلا جزو 4 خواننده خانم ایرانی بود که به همراه سپیده، هنگامه و هلن به درخواست شبکه تپش برای ساخت آهنگی برای یادبود محسی شرکت کرد. به گفته خود لیلا فروهر، همسرش اسی یه رستوران ایرانی بزرگ توی کالیفرنیا داره، ولی برای شام حتما به خونه میاد و از غذاهای رستوران نمیخوره چون که بسیار زیاد دستپخت لیلا رو دوست داره. تعدادی از آلبوم های این خواننده هنرمند عبارتند از حدیث، بوی توقف، مخمل ناز، هدیه که با شهرام سلطی اجرا کردن، شانس، اتل متل که با ابی اجرا کردن، پرنده ها، تپش، آهنگ های عاشقانه، دیدار که با شهرام شپره اجرا شده، قهرمانان وطن با اندی و داریوش اقبالی، جونی جونم، تصویر، قصه تو قصه من، یک بوسه و از قلب من. نام فیلم هایی که این هنرمند عزیز سوی اونها ایفای نقش کرده: مراد و لاله، خروس جنگی، اوسیان، سرنوشت، 4 خواهر، چرخ و فلک، سلطان قلب ها، قمارباز، سنگ صبور، عقاب طلایی، اضطراب، وقتی که آسمان بشکافد و آخرین کارش که نیمه کار موند افریته ماچین نام داشت. مرسی از این که تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.